در 24 ساعت گذشته در بهسود چی گذشت؟ با سلام و وقت و خیر خوش آمدین به تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان. امروز ششم فوریه سال 2021 میلادی برابر با 18 دلو سال 1399 هجری شمسی است و من نصیر موحدی هستم و تازه ترین جزئیات را از بهسود با سهم شما میرسانم. این که در 24 ساعت گذشته چه اتفاقاتی در بهسود رخ داده و درگیری های هم جریان داشتن یا نه، امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشین و اگر از طریق فیسبوک ما را بیننده هستین گزارش را شیر نمایید. این روزها بهسود که امن‌ترین ساحات افغانستان شناخته می شد با سرخط خبرها مبدل شده است و ده ها نیروی امنیتی تا به دندان مسلح برای سرکوب مردم که سالها حامی نظام بودند و هستند به بهسود رفته است. در 24 ساعت گذشته هرچند که جنگ شدید بین دو طرف اتفاق نیفتاده است، ولی هر از گاه شاهد درگیری های مختصر در قریجات مختلف بین نیروهای حکومتی و جبهه مقاومت بودیم، اما تا به حال تلفات در پی نداشته است. با تشدید درگیری ها در بهسود و نامعلوم بودن سرنوشت جنگ، بسیاری از خانواده ها که نگران جان و مالشان بودند مجبور شدند که خانه هایشان را ترک بکنند و به محل دیگر پناه ببرند. در این شرایط که هوای بهسود نیز سرد هست و امکانات برای این خانواده ها نیز میسر نشده است و ممکن است که بسیاری از خانواده ها به خصوص اطفال و کودکان از این ناحیه آسیب ببیند. هرچند که فعلا وضعیت بهسود نسبتاً آرام است، ولی شبیه قوخ زیر آتش میماند و ممکن است که هر لحظه درگیری شدید بین طرفین، یعنی نیروهای دولتی و همچنان خیزش های مردمی، به وجود بیاید. برخی دوستان سوالات را در مورد رفتن خوشحال سعادت به بهسود و همچنان ارسال نیروهای بیشتر و از سوی حکومت به این ساحه سوال کرده بودند. خوشحال سعادت به ساحه نرفته است و این خبر حقیقت ندارد، اما در رابطه به اعزام نیروهای تازه نفس به بهسود باید گفت که نیروها جهت جابجایی به بهسود ارسال شده است، یعنی نیروهایی که در گذشته در بهسود بودن این محل را ترک کرده و به ساحات مختلف از جمله میدان وردک و کابل برگشتند و به جای آن نیروهای تازه اعزام شده است. ظاهرا حکومت میخواهد با بیرون کردن نیروهایی که سابق در بهسود بودند تنش‌ها را کاهش بدهند، زیرا آنان به این باور هستند که این نیروها بودند که روز جمعه تنش‌ها را با مردم ایجاد کردند و ممکن است که با خارج شدن این سربازان و افسران احساسات مردم کمتر شود. اما مردم و باشندگان محل از حکومت میخواهند که برای کاهش خشونت‌ها در بهسود باید نیروهای ویژه و کماندو این ساحه را ترک بکنند، زیرا تا زمانی که نیروهای ویژه و همچنان تانک‌های زیرهی در بهسود باشد ممکن است که هر لحظه درگیری بین طرفین به وقوع بپیوندد. از توجه و همراهتان جهان سپاس. با سنترال افغانستان باشین، ما تازه ترین جزئیات از بهسود را به سمع شما خواهیم رساند. اگر از طریق فیسبوک بینید هستین لطفاً کلیپ‌ها و ویدیوهای ما را به اشتراک بمانید.